از اطلاع و نقره و مس ما سکه ها جور کنیم که تا که ای کاغذ که سر ما با یعنی پشتیبانی نداره و اونم کاغذ بر ما یک چلیج داره و از بین بره و امی تلا و نقره و مس جاگزینی از او شوه هم به سنت و هم, هم انشالله ارزش های پولای خارجی و چیزی کفار سر ما تحمیل کرده و اونا هم از بین میره انشاءالله اگر معادن ما استخراج شود چی نوید به مردم افغانستان خود انشالله ای که در افغانستان غریب وجود نخواد داشت و ما با غرب های دیگر مملکت ها هم کمک خواهیم کرد افغانستان کشور است که قرنها کشورهای بزرگ دنیا خواستن به هدف تسخیر منابع زیرزمینی آن را مستعمره خود بسازند. از جنگ های چنگیزخان تا به حمله انگلیسی ها، روس ها و آمریکایی ها به هدف اشغال منابع افغانستان و به دست آوردن معادن آن نمی توانیم چشم پوشی کنیم. افغانستان سرزمین مهاب به خشکه و کوهستانی می باشد که در بستر خود به ارزش تریلیون ها دلار منابع زیرزمینی را جا داده است بسم الله وعلى الله طبق آخرین سروی، اگر معادن افغانستان به صورت اکادمیک و علمی آن استخراج شود، برای هر فرد افغان ماهانه 18 هزار دلار امریکایی خواهد رسید. این رقم در کشورهای سرمایهدار کنونی مانند عربستان سعودی و ایران در حد درآمد 5000 الا 10000 دلار امریکایی میباشد باشد دیگه اینجا درگوه هست اینی دریا هست طرف تاجکستان این طرف افغانستان سمتی بازار پایان است. دیگه این نمی که مردم کار کرده میره دیگه انشالله ترتیب از این که ما چه قسم میتونیم امنیت و سیکیوریتی و گپار ترتیب و تنظیم ویش مشکل خلاص است در این آخر تیم از متخصصین امارت اسلامی با رهبری حافظ انجینیر خالد مسلح در ابتدا به ولایت تخار و پس از آن به ولایت بدخشان به خاطر سروی، تحقیق و چگونگی تامین امنیت منابع زیرزمینی این ولایت سفر کردند. چطور هستین کتی بارف؟ یه جای مخیلی تو گندور غرق هستم دا بارف نه بارف نمه قدر می آیا اینی برف بگالش که جریان مکمل این سفر را در لا بلای مصاحبه ویژه ما با حافظ انجینیر خالد مسلی تعقیب کنید قرار گزارش ها این معادن در گذشته مورد دست برده زورمندان محلی قرار می گرفت که مردم و دولت از آن سود نمی بردن و به صورت غیر اکادمیک و غیر مسلکی به خاطر منافع شخصی چند شخص استخراج می شدن. اما در حال حاضر اصل معادن توسط امارت اسلامی محافظت می شود و برای کسی اجازه استخراج آن داده نمی شود. اما به صورت کلیشهی و محلی که در جویبارها و در بستر از دریاها انوز هم مقداری از طلا وجود دارد مردم به شکل سنتی آن که من است می توانند طلا را استخراج بکنند و 20 خمس و یا مالیه برای دولت اسلامی به. بنام نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام دوست عزیز شما را خوش آمدید میگیم به یکی از برنامه های دیگر ما از طریق کانال یوتیوب کابل افغانستان دوست عزیز طبق وعده ما باز هم نزد حافظ انجینیر خالد مسلی یکی از اعضای ارشد امارات اسلامی و همچنان یکی از فعالین ای امارات اسلامی پیشان آمدیم و لحظات چندی بایشان گفتشنود می داشته باشیم روی چند موضوع مشخص موضوع اول ما اقتصاد مردم افغانستان همچنان برنامه های اقتصادی امارت اسلامی و مادن و مادن که گنج نهفته مردم افغانستان هستند به قول آم تنها در یک منطقه از بدخشان 500 میلیون تن طلا خوابیده است اما مردم بدخشان مردم افغانستان به فقر و حتی به نان شب روزش گدا هستند این که ما با داشتن همچو مادن و با داشتن همچو سرمایه ها چرا تا اکنون شکم ما حتی پر از نان نیست علت و عامله با جناب قاری صاحب در لابلای بحث های ما فراموش نکنین سلام علیکم جناب قاری صاحب و علیکم السلام و رحمت الله در ابتدا مانده نباشین ای که از سفرهایتان تازه به خیر آمدین از طرف شمال کشور پس به کابل تشکر بخیر باشین زنده باشین به باشین جناب قاری صاحب میشه بگین که روی کدام موضوعات شما سفر سفر داشتین به طرف شمال افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم امارات اسلامی بعد از اینکه امنیت به ملت آماده کرده و به تمام ولایات افغانستان الحمدلله از لحاظ امنیتی مشکل نیست و هر طرف رفت آمد میشه مسئله خیلی مهم و یکی از اهداف مهم امارت اسلامی بخش اقتصاد و مشکلات اقتصادی ملت ما است که امارت اسلامی زیاد کوشش میکنه که مشکلات اقتصادی از این ملت را مداوا بسازند. البته ملت افغانستان در سر گنج که حتی امی استعمار ها هم بالای افغانستان حمله میکنند یک علتش امی گنج ها و معادن افغانستان است بدون شک که ما طرف سمت بدخشان و تخار و بخاطر یک سروی که چه قسم بتانیم ملت خود از فقر نجات بتیم رفتیم دیدیم و مردمایی که فعلا الحمدلله در معادن مصروف کار بودن با اونا نشست و برخواست و بعضی مشکلات که از سابق مانده بود معدنی که غیر قانونی استخراج می شد او را یک راپور و فعلا هم بعضی مشکلات که تخنیکی که از اونا را هم دیده و بررسی کرده تا بتانیم انشاالله، به زودترین فرصت مشکلات اقتصادی ملت ما را حل ساخته و ملت خود را خودکفا بسازیم و از خیر و خیرات خارجی ها خود نجات بدیم انشالله سلامت باشین جناب قاری صاحب قسمی که شما هم مشاره کردین یگان دلیلی که افغانستان سه بار از حتی بار چهارم میشه که مواد تاخت تازه قدرت های بزرگ دنیا قرار میگیره در ابتدا اگر سر چنگیز بگیریم باز به تقیب شم تو به طرف روسا و بلاخر انگلیس ها و دوی آخر امریکایی ها آمدن و وطن ما شما را مواد تخت تاز قرار دادن یکی از علت های امدهش امی گنجینه های نهفته به نام معادن در افغانستان است از دید شما و شما چی معلومات دارین که فعلا به سطح عموم در افغانستان به چی سرمایه یا به چی مقدار مادن یا به چی ارزش مادن وجود داره آه ببینید الحمدلله ارزش مادن افغانستان تا بال به صورت کل آه تخمین نشده یا معلوم نشده ولی متخصصین اقتصاد و معدن میگن که مادن افغانستان به حد زیاد است که هر فرد افغانه ما یعنی ایر تقسیمات کنیم سالانه اجده هزار دلار برای 100 سال برای امی افراد به حساب که در تحت نظام اسلامی در افغانستان زندگی میکنن اینا را میرسه و مادن که چند نمونه شما میتونیم یاد کنیم یکی از او مادن راغستان بدخشان مادن ویکادور مادن طلا است تقریبا 580 تن طلا در یک معدن توسط روسا تخمین زده شده بود و بعد از او توسط یو یعنی امریکایا هم اوجا سروی شد سروی دیجیتالی و هم از طریق زمین که چندین معدن مثل خود راغ مثل معدن ویکادور دیگه هم وجود داره در بدخشان البته امروز در بدخشان در ولسوالی های مختلف مثل شهر بزرگ شیوه راغستان کوهستانات یفتل پایین و بالا حتی در خود کشم مادن طلا و یا امیریکشویی طلا وجود داره مردم خیلی زیاد در اوج مصروف هستند و کار میکنن تنها معدن تلا نه بلکه معدن یاقوت زمرد بیروج اکوامیری این معدن است که در بدخشان م... مس سرب و همچنان نقره معدنی که تنها در ولایت بدخشان وجود داره یعنی ما ان شاء الله پلان را که اسلامی به خاطر خودکف شدن ملت داره اینمی معادنا را ترتیب و تنظیم میشه و استخراج از دیره برابر بسازه با سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی علل خصوص به مردمای خود تجارای افغان تا بتانیم زیادتر منافع ازی پس دوباره به ملت ما بیایه ان الله ما هیچ مشکل نخواد داشتیم و امارت اسلامی هم اشد دی کوشش خود میکنه که امزی مادن استفاده کرده و ملت از این فقر نجات بده زنده باشین ما به صورت عموم ما قزگپای شما در کردیم که اگر مادن افغانستان به صورت اکادمیک و علمیش و به صورت مسلکیش استخراج شود، و فی فرد افغان 18 هزار دلار امریکایی تا مانه برش میرسند که یک سرمایه انگفت است یعنی یک قطعه همیست که ما گنجینه های پنهان دیوتن داریم ولی متاسفانه تا به حال استخراج ها به گونه مسلکی نبوده به ویژه در ولایت شمال و چی در ولایت جنوبی بوده مثلا مادن زمرت و پنشیر اگر بگویم ما شما نام ببریم یک چهار پنج زرمنده پیدا شده و بالاخره معدن استخراج کرده و فروخته همچنان در بدخشان آه... کسایی بودن که اونجا به صورت غیر قانونی استخراج میکردن و بسیار به قیمت اندک به سودا میرسند یعنی به خاطر نف چند نفر امی مادن که سرمایه ملی ما شما است ای به تاراج میرفت در حال حاضر برنامه های امارت اسلامی به خاطر محافظت معادن چی است روی از بدون شک در حکومت گذشته یا اداره سابق معادن ما به تاراج رفت یک تعداد معادن ما را غیر مسلکی مردم استخراج کرد و یک تعدادش اما به حساب خیلی کم البته خارجا بردن و بعض قراردادهای دیگه معادن هم داده بودن ولی الحمدلله خوب شد که اونا را همی مجایدین امارت اسلامی نماندن تا که او را استخراج کنند مثل که امی خود مدن ویکادور به ترکا داده شده بود و بعدا به یک کمپانی دیگه خارجی که ایر استخراج کنه الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی اینا را در او وقت محافظت کرد تا که ای به پس دوباره به انکشاف ملت، معدن اقتصاد دایمی کشور است که د ای خود ما و اولاد ما دا ای سهیم است یعنی باید پول معدن مصرف انکشاف ش... مملکت ما و شما شوه یعنی ای باید د ای را مصرف شوه, مصرف شوه. به او خاطر آل امارت اسلامی پلان داره و میخواد که یک مدیریت منظم و استخراج مسلکی از این معادن توسط سکتورهای خصوصی داخلی و خارجی انجام بده تا هم مشکلات ما حل شوه و هم مملکت ما ترقی و پیشرفت کنه بخیر باشین قریص شما قسمی که در اول برنامه میاد شدیم چند پیش رفته بودین به ولایت شمال کشور فکر میکنم ابتدا به طرف ولایت تخار و با بعدا به طرف ولایت بدخشان شما سفر داشتین تصاویر ما شاید بیننده ما میل عذب به روی های خود ببینن که تصاویر است که توسط کمر شما گرفته شده و شما رو عملا نشان میده در ولایت تخار میشه اندک معلومات راجع به این تصاویر بدین و بعدا میپردازیم باز مسائل مشخص خود داره بله در ساحه تخار سمتی چایاب نورابه او اولسوالي رستاق د اولسوالي اولسوالي ها تلا وجود دارد تلای ریکشویی البته که را از سابق امارات اسلامی و فعلا هم به حساب خود مردم دستگاه ها یا کارگاه های کوچک مردم کار میکنه و باز از رو امو خمس یا امو مالیات امارت میگیره دیگه اونا خودشان کار میکنه ده ایج مردم کار میکنه اصل خود اصل مدن ها کسی اجازه نداره نه تابال خود مدن وکادور امی تلا خودش سه قسم تلا است... وجود داره یکی به شکل برگ است یکی به شکل دانه است و دیگه ش... به شکل سنگ است که سنگ معدن اصلی است و برگی و همچنان امی قسمی که دانه دانه است اینا در ریکشویی به دست آید که ریکشویی خودش معدن اصلی نه بلکه آ... آ... به اثر سیلاب ها و سلابه. یا طوفان ها حوادث آ... آمی... طبیعی از معدن اصلی برآمده که ای خود اینمی ریکشویی که شکل برگمانند و شکل دانه ندارم به سالها یک زمینه کار برای مردم مساعد میکنه که ما خود ما یک پلان جور کردیم در هر ماه ما تقریبا از یک لک نفر زیادتر مردم میتونیم در اینجا زمینه کار برشان مساعد کنیم با خوبترین ماش و همچنان با بیت المال تقریبا ماهانه 100 میلیون دلار تنها امزی معادن طلای خود ما با بیت المال خود با مظلومای خود کمک کنیم امارت اسلامی میخواه که یک مدیریت درست کنه و تا حال چون مشکلات زیاد بود تا حال هم امو خمس و یا مالیات که امارت میگیره هم مردم دو خیانت میکنه و بعضی جایها در تپه ها خصوصا در اولسوالی چایاب و سمتی تونل میزدن که تونل مراخیل به حساب نگران کرد چون اونا هیچ مسلکی نبود اونا سیفتی و زندگی خود را هیچ مراعات نمی کردن متاسفانه بگیم و به هزارها نفر ما که پرسان کردم گفت شاید از 50 یا 60 هزار نفر زیادتر در دا ایجا زنی و در مردم کار کنه و الحمدلله تا جایی که ما مو سروی خود کردیم افتگکی هر نفری که کار میکنه در یک هفته از حداقل 10 هزار 15 هزار تا ۳ هزار ۳۵ هزار امروز معدن آید میکنه و همچنان مالیات امارت هم میتم که فعلا به می سیستم سابقه یا سیستم خیلی اسباب و یا وسایل که مردم بدست خود داره به او استفاده میکنن امارات اسلامی به خاطر معدن اصلی ازی میخواهد که شرکت های پیشرفته و ماشین پیشرفته آمده شود و مو شرکت هایی که بتانه منافع ملی و اسلامی ما زیادتر باشه به با او شرکت چه داخلی باشه و یا خارجی ولی حق اولویت به داخلی ها ما در بعض ماشینری رو دیدم جناب از جمله دمترک هایی بودن و یک قسم ماشینی است که از مسیر دریا آب میکشه این ماشینری ها را میشه که معلومات بتین مربوط کی میشد و تا بالا چتو استفاده میشه و اگر استفاده میشه یا از طرف امارت اسلامی است اگر اشخاص است چه رقم میشه که د این مورد مدن سمتی چایاب تخار در سابق در وقت حکومت سابق توسط جورمندا استخراج شده بود روسا هم در اوجه شامل بودن که بعض ماشینشان آلی هم در اوجه د مانده بود و توسط هم ها و یا جنگ سالار منطقه این انحصار شده بود و طلای زیر استخراج میکردن که به گفته امزو مردمایی که دوجه کار کرده بود روزانه تا سه کیلو چار کیلو طلا استخراج میکردن انجینرهای روسا بود ولی تا جایی که ما معلومات آگاهی داشتیم ایچ کدامی از به ملت و به بیت المال نامد ولی آل مردم خودشان این ماشینا را الحمدلله در افغانستان خودشان ساخت ساختن امی آینگرا او را جور کرده و همچنان توسط اسکوا اکسکاواتور و یا دو تونل که کار میکنن توسط دست اینا ماشینایش هست که ماشین های ابتدایی از در خود افغانستان جور میشه و اسکواتورها ها چون دمی ریکشویا که استفاده میکنن واتر پمپای های خیلی قوی مردم بردن به خاطر که امو اوی زوره بکشه و تا که امو تلا را بدست بیارن امارت اسلامی به خاطر مدیریت منظم از این انشاءالله پلان داره و حیعت را هم به این ولایت روان کرد تا که بلاک بندی ساحا شوه و به هر کس یک ساحه منظم داده شوه چون در وقت سابق اینا غیر منظم بود یک ساحه را گرفتن مثلا دیگه ساحه مانده یک ساحه یعنی هر کس دلخواه او را کار کرده یعنی به شکل منظم و سیستماتیک از او نبوده که آل امارت میخواد ایره بلاک بندی کنه و به هر تیم ساحه کار معین کنه که اونا کار کنن جناب قریص ما عداف ما عزیز اینم ماشینری ای که فعلا در ساحه کار میکنه این مربوط شخص میشه یا مربوط دولت میشه نه و اگر مربوط به شخص میشه اگر مربوط شخص میشه یتمن مالیات به امارات میده و تحت مدیریت امارات اسلامی هست <سلام> بله و اگر مربوط امارات میشه خود نور نور که همش مربوطه متاسفانه تا بال امارات ما هم دی جستجو و دی فکر هستیم که امارات خودش مثل تصدی ها و نیمه دولتی و نیمه شخصی کار شکرده. کنن ای تو منافع خیلی به با بیت المال میایه ولی تا فعلا تمام ماشینری و اسباب از مردم ها از همین ملت افغان است که اونا شخصا کار میکنه و اینا مالیات یا امو خمس به حساب 20 فیصد به امارات میتن یعنی اسباب و ماشینری کلش از مردم است فعلا سابق اما قبول که خمس و به اصطلاح مالیات از این به دولت نمیرسید و برای در حال حاضر الحمدلله که مرد اسلامی آه. از اینا مالیات خودم می بله بدون شک الحمدلله خم آل خمسه به امارت می ولی تا هم یک اندازه مشکلات را ما دیدیم که او را می اصلاح کنیم او چی بود که مردم سر مردم به حساب یک مدیریت منظم نبود یعنی چیزی را که میکشن کشن کم حساب میکنن از کمی از رو بیت با با المال اما چون ما بین مردم دیدیم اونا یعنی امو واقعی سخن واقعی خود نمیگن چون برشان مالیات ریاد میاد و این فکر و عقیدهشان تا بال راست نشدد که این حق ملت است و حق بیت المال است جناب قاری صاحب در لا بالای صحبتهایتان قبلا ذکر کردین که روزها هم انجینیرهایش با جمع از قمندانهای محلی و یا مو افراد زورمندی که در سابق موجب حکومت میکردن مادن ما را به تراش بودن بدون شک ما در 300 سال اخیر ما صلاحیت استفاده از مواد خدا نداشتیم و هر, و هر دولتی هم دولت که میخواست که استخراج بکنه با گونی قانونیش حتما مانعی از جانب از اینا از جانب کشورهای قدرتمند دنیا که به خاطر اشغال همین ملت هست و به خاطر از بین این مادن است ایجاد میشد در حال حاضر حد دو منطقه که شما سفر کردین به طرف ولایت تخار و به طرف ولایت بدخشان تو تحرکات دیده میشه یا بالکل از طرف امارات اسلامی یا برچیده شده در حال حاضر تنها مردم محلی در اوجه کار میکنه تابال به شرکت ها رسمی قرارداد داده نشده آم، انشاالله امارت امارات اسلامی یگانه هدف بزرگی که داره قسمی که شما خودتان گفتین در طی سالهایی که ما اشغال بودیم ما نتونستیم از این معادن خود استفاده کنیم اول باید این درست مدیریت شوه و این مصارف انکشاف به بخش انکشافی از این ملت شوه به خاطر که معدن حق خود ما است و حق اولادای ما و شما است و ای باید در بخش انکشاف از این مملکت که تنها ان به با این باور هستیم که چندین معدنی که تاوال یعنی در دو طلبی است یعنی معایدات از, <متصفح> از ازی ملت ما را خوب انکشاف میده و خودکفا میسازه و اقتصادش به اوج خود ان شاء الله قریش بارا مرا میریم به سمت بدخشان در تصاویر قسم کمی رو بیننده هم میبینند تصاویر ما از ولایت بدخشان میبینیم که راه های صعب و بور و همچنان ما خو به اصطلاح کسایی که تنها گله میبینیم و یک شما مسلکی هستید نو میفهمین میشه که دیمارد معلومات بدیم واقعیت اصل معدن طلا خو در بدخشان است. همین معدن ویکادور و نو جاهایی که به حساب تثبیت شده و سرکاش واقعیت هم خیلی مشکل داشت برف بود ما خود ما دمی زمستان یعنی شش هفت ساعت راه بود به خاطر رابندیش تقریبا 12 دو دوازده ساعت منزل کردیم تا که به مو جایای خود رساندیم با مردم صحبت کردیم و ساها را سروی کرده دیدیم یک اندازه که چه قسم پلان شود ساها صحا، واقعیت ساهای است که امور زندگی در اوجه هم خوشایند است و خود معدن اطلاع که است ما امیدواری به ای داریم که انشاءالله از این معدن اطلاع ما در سکسازی استفاده شود چیزی که سنت طریقه است و امیدوار هستیم امیدوار هستیم پلان ها هم متخصیصین البته بر ما دادن و خودمون کار میکنیم که از اطلاع و نقره و ما سکه ها جور کنیم که تا که این کاغذ که سر ما یعنی پشتیبانی نداره و اونم کاغذ بر ما یک چلیج داره و از بین بره و امید طلا نقره و, و مس جاگزین از او شوه هم به سنت و هم, هم انشالله ارزش های پولای خارجی و چیزی کفار سر ما تحمیل کرده و اونا هم از بین میره انشالله سلامت باشین جناب قاری صاحب و از شما یک وعده هم میگیریم که روی سازی امارت اسلامی که پول جدید افغانی انشالله خواهد شد یک برنامه مشخص می داشته باشیم انشالله در ای باره متخصصین دانا کار میکنن خصوصا که از این معادن خود ما بتانیم این تاریخ درخشان افغانستان به ایس کسازی درخشان تر بسازیم او به هر قیمت باشه تا ملت بدانند که ما با قیمت جان و خون خود به ملت خود و مردم خود انشالله خدمت خواهیم کرد سلامت باشین قریص به با عنوان پرسش های آخیر ما و مشک ما از شما یک سوال مطرح بکنم که بدون شک افغانستان از بلندی های واخان تا به اسپینگرد در هر کوی افغانستان و در هر نقطه افغانستان به میلیون ها دلار گنج نهفته که به نام معدن خوابیده و از این هم انکار نمیکنیم که تا به حال الا آمدن حکومت امارت اسلامی یک تعداد کمی از افراد تنها به نفع خود این معادنه چول کردن و دولت های هم آمدن دولت های استیموری بودن نتانستن که به صورت عمدی همین معادن استخراج شود تا افغانستان به خودکفایی خود برسه جهانبینی و ایده ای امارات اسلامی به خاطر مدیریت اینمی معادن به خاطر مدیریت اینمی منابع طبیعی افغانستان چیست تا باشه که اینمی سرمایه به دست حقدارش برسه به دست یتیمی وطن برسه به دست بیوی وطن برسه و خدمت به اونا شود برنامه مشخص امارات اسلامی در راستای از اینا چی است مادن افغانستان یعنی قرنها ارگاه استخراج شود شاید تکمیل نشود نظر به گفته متخصصین امی که الحمدلله اماراتی ما گرفته که از یک طرف مدیریت کنه خصوصا معادن که کالا یعنی زودتر تبدیل میشه او معادن که امروز ما از باب وسایل نداریم کور دوباره به چند بخش دیگه تبدیل کنیم یعنی از مثل ما مثلا از باب میسی و وایر یا لاین وی گپ تبدیل کنیم بلکه بعضی چیزهایی هست که ما از استخراج از اون میتونیم هم ملک خدا از فقر نجات بتیم و با یک اندازه کمی از اون انشالله ما تنها ملک خود چی بلکه انشالله به غم و مشکلات تمام ملت مسلمان میرسه چرا که الله مطال میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که مسلمان ها در نار و نفت یک دیگر شریک هستند یعنی این معادن ما ان الله که استخراج شود نه تنها که ملت ما از این مظلومیت خارج میشه بلکه ما کوشش عزیزه از از میکنیم که تمام ملت مسلمان تمام فقرا از 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 منافع از این معادن ما مستفید شود تا ما بتانیم مسئولیت های دینی خود من حیث یک فرد و یک مسلمان ادا کنیم امارت اسلامی به خاطر ترتیب و تنظیم امیزی معدن ها پلان هایی داره که کلش باید به منافع ملی باشه و متخصیصین و شرکت های خارجی و داخلی یعنی باید تمام منافع به امی ملت خواه کنه نه که اینا را مثل سابق واری خارجی ها ببره ام انشالله امید ام 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 خیلی زیاد داریم در این وقت از بزرگای امارت اسلامی که مملکت ما را درست مدیریت کنن ملت مظلوم مسلمانه در سر, سر, دنیا از این مشکلات نجات بتن و کل ملت از امارت یک تقاضا داره و در فکر و اندیشه ایتو یک اس که ما را انشاءالله این مردم نجات میتن و ما هم خدا کنه که به می صداهای از اونا لبایی گفته بتانیم جناب پاریش مگر چند سوال آخر مطرح کردم اما ما یک سوال در زینم بازم گذشت بحث سکه سازی ما مان ای که بار دیگر ما بتانیم حکومت اسلامی یعنی بتانه سکه به نام خود چاپ بکنه و ارزش خود پول خود مثلا نقره باشه یا طلا باشه یا مس باشه اندک معلومات بتین ولی وعده تو گیریم که یک برنامه بسیار مشر سر از این میداشته باشه Uh, امارات اسلامی بزرگای امارات اسلامی هم کوشش میکنند که ما امی پول خود را مستقل بسازیم از uh, uh, کشورهای خارجی او را دور ساخته و ما خود ما داشته باشیم یگانه راه حل که متخصصینی را انتخاب کرده از معادن خود هم معادن خود پشتیبانی پول خود بسازیم و هم امی معادن طلا مس و نقره اینا مسکه بسازیم هم سنت طریقه است و هم ارزش خود ایچ وقت از دست نمیده انشالله سلامت باشین جناب قاری صاحب از وقت تانم ما دادین یک جان سپاس ممنون ولی یک جمله را میخوایم که از شما می که اگر شما شخص مسلکی هستین الحمدلله انجینیر هستین اگر معادن ما استخراج شود چی نویدی به مردم افغانستان خود بود؟ انشاءالله ای که در افغانستان غریب وجود نخواد داشت و ما به غربای دیگر مملکت ها هم کمک خواهیم کرد و از تمام ملت خود استدعا میکنیم ما را هم در دعاهای خود فراموش نکنن یک جان تشکر زنده باشه باشه. سلامت و باشید دوست عزیز این بود مصاحبه ویژه ما با جناب حافظ انجینیر خالد مسلی یک تن از اعضای ارشد امارت اسلامی و همچنان همچنان از فعالین رسانه‌ای امارت اسلامی که امروزشون ما لحظه چند ششتیم و صحبت ها در دلهای داشتیم حقیقت همیز دوستای عزیز اگر بالاخره معادن ما به گونه استخراج شده که به نفع مردم ما باشه قسمه که جناب قاری صاحب هم در لابلای صحبتهای خود گفتن ما دیگر فقیری نخواهیم داشت ما دیگر مادر را نخواهیم دید که در سر سرک فرزند خود سودا بکنه اگر امروز شما مادر را میبینین که فرزندش از سودا میکنه ای گناه امارت اسلامی نیست این فقر تحمیلی است که بیرونی ها یا خارجی ها با سر مردم ما آوردن این جنگ جنگ بی ساله خارجی ها بود نه جنگ افغان ها این جنگ بود که بالای مردم افغانستان آورده شده بود نه ای که مردم افغان بین خود جنگ بکنن تا برنامه های بعد الله نگهدار